علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، فراموش نکنیم اون موقعی که ایشون سازمان رادیو تلویزیون ایران رو تأسیس کرد، مثل امروز نبود که اینقدر ده‌ها شبکه تلویزیونی در سراسر جهان باشه. به اندازه یک دولت یک تلویزیون قدرت داشت. چه نقشی به نظرتون او بازی کرد، هم در دوران زمامداری پهلوی دوم و هم در نزدیکای آخر حکومت؟ با درود به شما بینندگان ایران اینترنشنال، البته خیلی خوشحال شدم دوست هم کلاسیم شاهین شهیدی و محسن سازگارو رو دیدم، ولی من نیم ساعت نشستم منتظر شما. به هر رو، مهندس قطبی به نظر من در یک شعری براش نوشتم، گفتم بزرگ بود نه از اهالی امروز، بر بام شهر عاشق او کوه نور. من مهندس قطبی رو خوب نزدیک میشناختم، باش کار کردم، تو رادیو تلویزیون بودم. واقعا مرد بی نظیری بود. این انسان وقتی اومد و اون شبکه رو پایه گذاشتن، 4-5 تا اشاره کردید، فرخ قفاری بود و دکتر محمودی بود و همینطور مرحوم جعفریان و شمار دیگر، ولی تبدیل کرد تلویزیون رو به بزرگترین شبکه رادیو تلویزیونی منطقه. علاوه بر زبان فارسی به زبانهای مختلف هم برنامه داشت. نه تنها این کار رو کرد، بچه های یمنی رو در ایران تربیت کردیم که رفتن در کشورشون تلویزیون زد. با آقای جعفریان وقتی رفت اونجا، رئیس جمهوری وقتی یمن آقای حمدی اومد به استقبالش در فرودگاه. یعنی تا این حد تلویزیون ملی ایران اعتبار داشت. اولا یه نکته رو درباره مهندس قطبی بگم. عاشق کشف، استعداد. من از انگلیس برگشتم، چون قبلا هم با رادیو تلویزیون کار کردم، رفتم اونجا. منو فرستاد پیش مرحوم نیکخواه. رفتم یه نیم ساعت با هم حرف زدیم، پس پیش آقای جعفریان به خود عربی با هم حرف زدیم. از فردا من مستقیم مشغول کار شدم. بعد میکروفون زنده به ما داد، صبح بخیر ایران با سعید قائم مقامی، عصرانه با رادیو دو با اسماعیل جان میرفخرایی، و ما بچه های جوان همه بین 25 تا 30 سال اونجا با هدایت ایرج گرگین و خود مهندس قطبی واقعا انقلابی در اونجا شد. شما نگاه کنید به برنامه های ویژه شوها، یعنی اون زمانی که اختاپوس پخش شد، او یکی از گزنده ترین برنامه نسبت به مسئولان دولتی بود و مهندس قطبی پخش میکرد و این آدم ترس نداشت، نه اینکه فقط پسردایی شهبانو بود، ذاتش آدم شجاعی بود، برخلاف اینکه خیلی فروتن بود. خیلی اجازه اگه دارم وقت هست من یک خاطره کوچیک رو براتون نقل کنم. بفرمایید. روزی که من تلویزیون ایران فردا رو پایه گذاری کردم، آقای مهندس قطبی عصرش به من زنگ زد، گفت درود بر تو، بچه ها رو جمع کرد. و بعد یه روز دیگم زنگ زد و گفت من برنامهاتو میشنوم، در اینجا اینو گفتی، یک اشتباه کوچیک بود برام توضیح داد. اینقدر این مرد بزرگ بود و من افتخار میکنم که در خدمتش یاد گرفتم و او به من آموخت و بهترین دوستانم رو پیدا کردم و یه مجموعه شدیم که روزی که او رفت همه میگریستیم. برای ما رفتن قطبی چیز ساده نبود، در واقع پایان یک دوران درخشش و دوران بزرگ. انتقادهایی هم طبیعتاً از او مطرح میشه، از جمله این که به خصوص در طیف راست و طیف طرفدار پادشاهی میگن او به بعضی از چهرهای چپگرا راه داد، یا پخش مثلا دادگاه خسرو گل سرخی، یا حتی حرف از این هستش که اون بیانیه‌ای رو که شاه در روزهای آخر قرائت کرد رو او نوشته بود. چقدر به نظرتون این بخش از فعالیتاش مهم هست؟ ببینید، مهندس قطبی بر این باور بود که این افرادی که مخالفت میکنن خیلی هاشون مشکلات مالی دارن و همطورم بود. شما فکر کنید وقتی مهدی اخوان ثالث رو برد آخر شب سرودی درودی بدرود رو میخون، زندگی اخوان راه افتاد. یا شاملو همینطور، شب شعر گوته من صبح همه رو پخش میکردم، روز بعد شاملو رو هم پخش کردم و مهندس قطبی پشت ما ایستاد.
او هرگز از اون چارچوبی که میاندیشید به صلاح مملکت جدا نشد. اما این افسانه‌ای که میگویند راجب اون نطق پادشاه فقید اصلا درست نیست. آقای سید حسین نصر این مطلب رو نوشت با شاید یک نفر دیگر که حالا اسمشو نمیارم، و بعد آقای مهندس خطبی چون رئیس رادیو تلویزیون بود موقع ضبط این چون خیلی نطق مهمی بود اومد اونجا. حتی من شنیدم ایشون در دل زیاد با این نطق موافق نبود. بنابراین خیلی راحت میشه به همه اتهام زد، ولی او چنین نبود. هرگز زیر بار ساواک نرفت، هرگز زیر بار زور نرفت، قدرتمندانه ایستاد و فرزندانش و همکارانش رو عاشقانه دوست داشت و هر نوع کمکی بود بهشون میکرد. من هرگز محبت‌های او رو نسبت به خودم و همکارانم فراموش نخواهم. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. سپاسگزارم.